به نام خداوند بخشاینده مهربان. ترجمه فارسی کتاب ریاض الصالحین، باب 55، فضیلت زهد و پارسایی در دنیا و تشویق بر کم طلبی از آن و فضیلت فقر. خداوند در سوره یونس آیه 24 چنین می فرماید: محققاً مثل زندگانی دنیا مانند آب است که از آسمان فرود آوردیمش و به سبب آن در هم آمیخت نباتات زمین از آن چه مردم و چارپایان می‌خورند، تا وقتی که زمین به دست آورد پیرایه خود را و آراسته شد و گمان کردند ساکنان آن که ایشان توانایند بر انتفاع از آن. ناگهان فرمان ما در شب یا روز بر زمین آمد و گردانیدیم آن را مثل زراعت از بیخ بریده که گویا دیروز هیچ نبوده. و خداوند این گونه آیاتش را به اهل فکرت بیان می دارد. همچنان خداوند در سوره کهف آیه 45 تا 46 چنین می فرماید. ترجمه: و برایشان مثل زندگانی دنیا را بیان کن که مانند آبی است که از آسمان فرود آوردیمش و در هم پیچید به سببش رستن زمین و آخر کار در هم شکسته گردید که بادها می پرانیدش و خدا بر همه چیز توانا است. مال و فرزندان آرایش زندگانی دنیا بوده و نزد خدا حسنات شایسته و پاینده بوده و عاقبت آن نیکوتر است. همچنان خداوند در سوره حدید آیه 20 چنین می فرماید. ترجمه: بدانید که زندگانی دنیا بازی و لهو و آرایش و تفاخر در میانتان و زیادت طلبی در مالها و فرزندان از یک دیگر است و در مثل مانند بارانی است که زراعت کنندگان را رستن به شگفت دارد. باز بیدی که زرد و خشک شود و بپوسد و در آخرت عذاب سخت است، یعنی دنیا طلبان را. و نیز از جانب خدا آمرزش و خوشنودی است، یعنی مؤمنان را. و از زندگانی دنیا بجز بهره که باعث فریب باشد چیز دیگری نیست. همچنان خداوند در سوره آل عمران آیه 14 چنین می فرماید. ترجمه: و برای مردم دوستی آرزوهای نفس از زنان، فرزندان و خزانه های جمع ساخته از زر و سیم و اسبان نشانمند ساخته و چارپایان و زراعت آراسته کرده شده، و این است بهره زنده دنیا و نزد خدا از بازگشت نیک. همچنان خداوند در سوره فاطر آیه 5 چنین می فرماید. ترجمه: ای مردمان، حقا وعده خدا راست است، پس شما را زندگانی دنیا فریفته نکند و شیطان فریبنده شما را در برابر عفو خدا فریب ندهد. همچنان خداوند در سوره تکاثر آیه 1 تا 5 چنین می فرماید. ترجمه: شما را غافل کرد از یکدیگر، حس افزون طلبی مال تا به گورستان ها رسیدید. نخواهید دانست، باز می گویم نی نخواهید دانست. نی نی، اگر حقیقت کار را بدانید به علم یقین غافل نمی شدید. همچنان خداوند در سوره عنکبوت آیه 64 چنین می فرماید: و این زندگانی دنیا جز بازی و بیهوده بیش نیست، و زندگانی اگر مردم بدانند در حقیقت دار آخرت است. خب دوستان عزیز، حالا میریم سراغ حدیث مبارک. حدیث شماره 457. عمرو بن عوف انصاری رضی الله تعالی عنه روایت می کند که
پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ابو عبیده ابن الجرار رضی الله تعالی عنه را به بحرین فرستاد که جزیه آنها را بیاورد و او هم مال را از بحرین آورد. انصار از آمدن ابو عبیده رضی الله تعالی عنه آگاهی یافتند و در نماز صبح حاضر و آن را با پیامبر صلی الله علیه و سلم ادا نمودند. رسول الله صلی الله علیه و سلم آنها را دیده تبسم فرمودند و گفت: گمان می کنم شنیده اید که ابو عبیده مال را از بحرین آورده است. جواب دادند: بله ای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. فرمود: شاد باشید و امیدوار به آنچه شما را شاد سازد. و خدا قسم من از فقر بر شما نمی ترسم، لیکن ترسم از این است که دنیا بر شما فراخ شود چنانچه بر گذشتگان شد و مانندشان با هم رقابت و همچشمی نماید و چون آنان هلاک شوید. حدیث شماره 458. ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه روایت نموده گفت: پیامبر صلی الله علیه و سلم بر منبر نشستند و ما نیز در اطرافش نشستیم. پس فرمودند: آنچه بر شما پس از خود ترس دارم این است که دروازه زینت و تازگی دنیا بر شما گشوده شود، یعنی فریفته زیب و زینت دنیا شده و آخرت را فراموش کنید. حدیث شماره 459. از ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: دنیا شیرین و سبز است و خداوند شما را در آن خلیفه گردانیده تا ببینید که چگونه عمل میکنید، پس بترسید از دنیا و بترسید از زنان. حدیث شماره 460. از انس رضی الله تعالی عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: بار خدایا، هیچ عیش و آسودگی جز عیش آخرت نیست. از انس رضی الله تعالی عنه روایت است رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: سه چیز به دنبال میت می رود: خانواده‌اش، مالش و عملش. دو باز می گردند و یکی می ماند. خانواده و مالش بازگشته و عملش می ماند. حدیث شماره 462. از انس رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: در روز قیامت آسوده ترین مردم دنیا که مستحق دوزخ شده آورده شده و در آتش غوطه داده می شود و سپس به او گفته می شود: آیا هرگز خیر دیده ای؟ آیا هرگز از نعمت برخوردار شده ای؟ می گوید: نه بخدا پروردگارا. و باز کسی آورده می شود که از همه بیشتر رنج و زحمت دیدم ولی مستحق بهشت شده است و به جنت در آورده می شود. و باز به او گفته می شود: ای فرزند آدم، آیا هرگز کدام سختی بر تو گذشته است؟ او می گوید: نه به خدا، هیچ دشواری بر من نگذشته است و هیچ سختی ندیدم. حدیث شماره 463. مستورد بن شداد رضی الله تعالی عنه روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: نیست دنیا در برابر آخرت مگر مثل آن که یکی از شما انگشت خود را در دریا داخل کند، باید ببیند که چرا باز می‌گرداند. حدیث شماره 464.
جابر رضی الله تعالی عنه روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه و سلم از بازار گذشتند و مردم هم در دو طرف مبارک بودند. ایشان از کنار بزاله گوشکوتاه مرده گذشته گوش او را گرفته و بعد فرمودند: کدام یک از شما دوست دارد در برابر یک درهم این از او باشد؟ گفتند: دوست نداریم که در برابر او چیزی بدهیم، او را چی کنیم؟ سپس فرمود: آیا دوست دارید که او از شما باشد؟ جواب دادند: و خدا اگر او زنده بودی هم عیبی داشت، زیرا گوشهایش کوتاه بود. پس چگونه است در حالی که مرده است؟ آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود: با خدا که دنیا در نزد خدا بی ارزشتر از این است برای شما. حدیث شماره 465. ابو ذر رضی الله تعالی عنه روایت کرده گفت: با پیامبر صلی الله علیه و سلم در حره از حره های مدینه می رفتیم که کوه احد در برابر ما قرار گرفت. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود: ای ابو ذر. جواب دادم: لبیک یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. فرمود: خوش ندارم که مانند این کوه احد تو را داشته باشم و 3 روز بر من بگذرد و از آن دینار نزدم باقی مانده باشد، مگر چیزی را که برای فرض نگه داشتم، مگر این که در مورد تقسیم آن به بندگان خدا دستور دهم، این چنین و این چنین و این چنین. از طرف راست و چپ و پشت سرش و فرمود: کسانی که بیشتر دارند در روز قیامت کمتر دارند، مگر آن که مال را چنین و چنان کند، یعنی از راست و چپ و پشت سرش به مردم دهد و آن عده مردم کم هستند. بعد برایم فرمود: از جایت حرکت مکن تا خود بیایم. و با سیاهی شب رفتند تا که از نظر پنهان شدند. من صدای را شنیدم که بلند شد، ترسیدم که به پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی تعرض کرده باشد. خواستم نزدش بروم، ولی بیاد آوردم فرموده اش را: از جایت حرکت نکن تا خود بیایم. در جایم بودم تا خودش آمد. گفتم: صدای را شنیدم که از آن ترسیده و قصه نمودم. فرمود: آیا آن را شنیدی؟ گفتم: بله. فرمود: او جبرائیل علیه السلام که نزدم آمد و گفت: آن که از امتت بمیرد که به خدای چیز شریک نیاورد با بهشت داخل. گفتم: اگر دزدی و زنا هم نماید؟ فرمود: اگرچه دزدی و زنا هم بکند. حدیث شماره 466. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: اگر من مثل احد ترا می داشتم، شاد می ساخت که 3 شب بر من نگذرد در حالی که چیزی از آن در نزدم باشد، مگر آنچه را که برای قرض نگه داشته بودم. حدیث شماره 467. ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: با کسی که پایان تر از شما است بنگرید و با کسی که و با کسی ننگرید که بالاتر از شما است. این کار سزاوارتر است که نعمت خدا را کم و حقیر نشمارید. و این لفظ مسلم است. و در روایت بخاری آمده: هرگاه نظر کند یکی از شما با کسی که نسبت به او در مال و آفرینش فزونی داده شده، پس باید با کسی بنگرد که از او پایان تر است. ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت می کند که: هلاک باد
بنده و غلام دینار و درهم و بنده قطیفه و خمیسه که اگر داده شود راضی می گردد و اگر داده نشود راضی نگردد. یعنی قطیفه چادر را گویند و خمیسه گلیم سیاه مربع را گویند. حدیث شماره 469. ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت می کند که 70 نفر از اهل سفر را دیدم، یکی هم ردای نداشت، یا ازار داشتند یا کسایی که با گردنهایشان بسته بودند که بعض از آن تا نیمه ساق می رسید و برخی را هم تا اشتالنگ، و با واسطه آن که عورتشان دیده نشود آن را به دست خود جمع می کردند. کسا جامعه خدار مربع را گویند. حدیث شماره 470. ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: همانا دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است. شرح حدیث: یعنی نعمتهای مسلمان اگر در برابر نعمتهایی که به آخرت به او داده می شود مقایسه شود، دنیا برایش زندان بیش نیست، و عذاب کافر اگر به حالت دنیایش مقایسه شود دنیا برایش بهشت است. یا اینکه چون مسلمان در دنیا همه عمرش به جهاد و مبارزه می گذرد سراسر برایش دشواری است و کافر به این مسائل سر و کار ندارد، جز اتفای غرایزش دنیا برایش سهل و آسان می گذرد. حدیث شماره 471. ابن عمر رضی الله تعالی عنها روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه و سلم شانه مرا گرفته و فرمود: در دنیا چنان زندگی کن که گوی غریب و رهگذری. ابن عمر رضی الله تعالی عنها می گفت: چون شب نمودی انتظار صبح را مکش، و چون صبح نمودی به انتظار شب مباش، و از حالت صحت خود برای بیماریت و از زندگیت برای مرگ خیش بهره بگیر. حدیث شماره 472. از ابو العباس سهل بن سعد ساعدی رضی الله تعالی عنه روایت شده که گفت: مرد به حضور پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده گفت: یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، مرا به کار رهنمایی کن که چون آن را انجام دهم خدا و مردم مرا دوست بدارند. فرمود: پارسایی کن در دنیا تا خداوند تو را دوست بدارد، و بی‌نیازی کن از آنچه در دست مردم است تا مردم تو را دوست بدارند. حدیث شماره 473. نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنها گفت: عمر بن الخطاب از دنیایی که برای مردم رسیده سخن گفت و فرمود: رسول الله صلی الله علیه و سلم را دیدم که روزی را سفری نموده از گرسنگی بر خود می پیچید و خرمای ناسره هم نمی یافت که شکمش را به آن سیر کند. حدیث شماره 474. عایشه رضی الله تعالی عنها گفت: پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات یافت و در خانه ام چیز نبود که زنده سر بخورد، مگر مقدار جو که در رف خانه ام بود، و مدت از آن خوردم و چون زمان بر من طولانی شد آن را وزن کردم و پس از آن از میان رفت و تمام شد. شرح احادیث: علت برداشته شدن برکت از آن نان، جوین بعد از کیل، یعنی وزن نمودن، نگریستن به چشم حرص و غفلت از شکر و میل به اسباب عادی در وقت مشاهده خرق عادت بوده است. حدیث شماره 475.
از عمرو بن حارث برادر ام المؤمنین جویریه بنت الحارث روایت شده که گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم در هنگام وفاتش 9 درهم دینار و غلام و کنیز داشت و نه چیز دیگری جز قاطر سفید که بر آن سوار می شود و سلاح و زمین که آن را برای مسافران ابن سبیل صدقه فرمود. حدیث شماره 476 خباب بن عرت رضی الله تعالی عنه روایت می نماید ما برای رضای خدا با رسول الله صلی الله علیه و سلم هجرت نمودیم و اجر ما بر خداوند ثابت شد. سپس بعضی از ما وفات یافته و از مزدش چیزی نخورد که از جمله ایشان مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنه بود که چون در روز احد به شهادت رسید جامعه رنگین خدار گذاشت که چون سرش را می پوشانید پاهایش برهنه می شد و چون پاهایش را می پوشانیدیم سرش برهنه می کردیم و رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما امر فرمود که سرش را با آن پوشانیده و بر پاهایش چیز از خر یعنی گیاه معروف و خوشبو است بگذاریم و از میان ما کسانی وجود دارند که میوهش رسیده و او از آن میچیند. حدیث شماره 477 سهل بن سعد ساعدی رضی الله تعالی عنه روایت می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود هرگاه دنیا نزد خداوند به اندازه بال پشه ارزش می داشت کافر در دنیا قطره آب نمی آشامید. حدیث شماره 478 ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت می کند که از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم فرمود آگاه باشید که دنیا ملعون است و هر چه در آن است ملعون است جز یاد خدای متعال و پایانتر از اطاعتی که خدا دوست می دارد و عالم و متعلم را. شرح حدیث دنیا ملعون است یعنی ساقط و بی ارزش است، نه اینکه مراد از این کلمه دشنام دادن دنیا باشد و مراد از آن چه در آن است چیزی است که انسان را از خدا دور بدارد و از ذکر او تعالی مشغول سازد و جز یاد خدا و طاعتی که موجب رضای خدا می شود. حدیث شماره 479 عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود در خریداری زمین غلو نکنید که مبادا فریفته دنیا شوید. شرح حدیث مراد آن است که زمین زیاد نگیرید و نحوه که با گرفتاری زیاد از انجام وظایف دینی باز مانید، ولی هرگاه آن را به قدر کفایت یا برای نفع مسلمین بگیری جواز دارد، زیرا در احادیث دیگر بر زراعت زمین و تعجب استفاده از آن دستور داده شده است. حدیث شماره 480 عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه روایت نموده گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم بر ما گذشت در حالی که خانه چوبی یا نای خود را درست می کردیم. فرمود این چه کاری است که می کنیم؟ گفتیم خانه های ما سست شده آن را ترمیم می کنیم. فرمود من کار را سریع‌تر از این مشاهده می کنم. حدیث شماره 481 کعب بن عیاض رضی الله تعالی عنه روایت می کند از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که می فرمود در هر امت آزمایش است و آزمایش امتم در مال است. حدیث شماره 482
از ابو عمرو و گفته شده ابو عبدالله و گفته شده ابو لیلی عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود برای فرزند آدم حق جز در این چیزها نمی باشد، خانه ای که در آن سکونت کند و لباسی که عورتش را بدان پوشاند و پاره نان خشک و آب. حدیث شماره 483. از عبدالله بن شخیر رضی الله تعالی عنه روایت شده که گفت خدمت پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدم در حال که ایشان الحاکم التکاثر را می خواند، فرمود ابن آدم می گوید مالم مالم، و آیا برای تو است ای ابن آدم از مالت جز آنچه را که خورده ای و نیستش نموده ای یا پوشیده ای و کهنه اش کرده ای و یا صدقه داده از آن گذشته ای؟ حدیث شماره 484. عبدالله بن مغفل روایت می کند که مردی برای پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، قسم به خدا که شما را دوست می دارم. فرمود ببین چه می گویی؟ گفت سوگند به خدا شما را دوست می دارم. فرمود ببین چه می گویی؟ گفت سوگند به خدا شما را دوست می دارم. سه بار. و باز فرمود اگر مرا براستی دوست می داری پس آماده فقر و پوشیدن پلاس شد، زیر را فقر سریعتر از آن که سیل به آخرش رسد دوست مرا به من نزدیک می نماید. حدیث شماره 485. کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود هرگاه دو گرگ گرسنه که یک رم گوسفند رها شوند آنقدر فساد نمی کنند که حریص شخص بر مال و شرف و دینش ضرر رسانده و فاسدش می کنند. حدیث شماره 486. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت نموده گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم بر بوریای خوابیده و برخاستند در حالی که اثر بوریا بر پهلویشان نمودار بود. گفتیم ای رسول خدا چی می شود که فرش نرمی برای شما بگیریم؟ فرمود مرا به دنیا چه کار؟ من در دنیا جز مانند سواره‌ای که بر سایه درخت استراحت نموده و بعداً آن را ترک نموده و می رود نیستم. حدیث شماره 487. ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود فقرا و تنگ دستان 500 سال پیش از اغنیا و ثروتمندان به بهشت داخل می گردند. حدیث شماره 488. ابن عباس و عمران بن حسین رضی الله تعالی عنه روایت می کنند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود به بهشت سر زده و دیدند که اکثر اهل آن فقرا هستند و به دوزخ سر نموده دیدند که اکثر اهل آنان زنان هستند. حدیث شماره 489. اسامه بن زید رضی الله تعالی عنها روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود به دروازه بهشت ایستادم و دیدم عامه مردمی که بدان داخل گردیدند مساکین هستند و صاحبان سرمایه محبوسند و اهل دوزخ طبق دستور به طرف دوزخ برده می شوند. حدیث شماره 490.
ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: راست ترین سخنی که شاعر گفته سخن لبیر است، که آگاه باشید هرچی غیر خدا است باطل است. خب دوستان عزیز، باب 55 کتاب ریاض الصالحین همینجا به پایان میرسد. امیدوارم آیات و احادیث را که برای شما عزیزان بیان نمودم در زندگی شبانه روزی خود آن را عملی ساخته و تطبیق دهید و دنبال زیادت مال دنیا نباشید. خداوند همه ما را توفیق نیکی نصیب نماید. آمین. اگر تا اکنون چینل ما را سابسکرایب نکرده اید، پس لطفاً چینل ما را سابسکرایب، ویدیوهای ما را لایک و با دوستان خود شریک سازید. اگر هم نظری دارید، لطفاً نظریات خود را در کامنت با ما در میان بگذارید. تا بعد، یکایک شما عزیزان را به عزت بی نیاز می سپارم. شاد و موفق و کامگار باشید. بدرود.